سلام بچه‌ها، به یه ویدیو دیگه خوش اومدین. امروز گفتم که بیام اینجا باهاتون یه صحبتی بکنم در رابطه با چند تا از عادت‌ها و رفتارهای روزانه میلیونرها. عادت‌هایی که باعث شدن این افراد متفاوت و انسان‌های موفق‌تری بشن. و به شخصه فکر می‌کنم که اینا خیلی ارزشمندن، چون که از وقتی که خودم توی زندگیم ازشون استفاده می‌کنم، حالا نمیگم میلیونر شدم، نمی‌خوام این یه ویدیو کلیشه‌ای باشه که مثلا چی کار کنین فردا مثلا پولدار بشین. این ویدیو بیشتر در مورد موفقیته، اینکه چی کار کنیم زندگیمون یه نظم بگیره. و خودم هم واقعا از وقتی که ازشون استفاده میکنم خیلی احساس میکنم زندگی منظم تر شده و کلن یه جورایی توی کار خودم موفق تر شدم. و برای همینم تصمیم گرفتم که این ویدیو رو درست کنم، که اگر شما هم یه جورایی احساس میکنین که توی زندگیتون هیچی درست پیش نمیره، یه جورایی همش وقت کم میارین یا پول کم میارین و اینجور چیزا، با یه تغییر خیلی ساده و مجانی توی رفتار خودتون واقعا میتونین به بهترین چیزا برسین. خب فکر میکنم فهمیده باشین منظور رو. حالا بریم سراغش، عادتهای میلیونرها که همین امروز زندگیتون رو دگرگون میکنن. اولین کار یا روش یا تغییر یا هر چیزی که خودتون میخواین اسمش رو روش بذارین اینه که بیاین خودتون رو با انسانهای درست و با انرژی درست احاطه کنین. بذارین بهتون بگم یعنی چی. یه گفته هستش از آقای جیم ران که میگه شخص شما میانگین 5 نفر از آدمایی هستین که باشون بیشترین وقت رو میگذرونین. ببینین، همیشه صحبت از یه رفیق نواب هستش دیگه، و به نظرم رفیق نواب فقط به شخصی نمیگن که بیاد مثلا شما رو از راه بدر کنه. به نظر من آدمایی که یه جورایی انرژیشون منفیه و به شما نمیخونه، اونا هم یه جورایی رفیق نابابن. آدمایی که باعث میشن شما کسل بشین، افسرده بشین، دمق بشین و یه جورایی انگیزتون رو از بین میبرن. و کلن آدمایی که باعث بشن شما از رشدتون جا بمونین، اینا به نظرم آدمایی هن که باشون هر چی زودتر باید قطع رابطه کنین، اصلا جا نداره. بیاین از این به بعد بیشتر با آدمایی بگردین که میدونین بهتون انرژی خوب میدن، بهتون انگیزه میدن و باعث رشدتون میشن. و اگرم میخواین مثل میلیونرها بهش نگاه کنین، بیاین بیشتر با آدمایی بگردین که توی حیطه کاری خودتون هستن و میدونین که اینا یه جورای کارشون درسته و سعی کنین بیشتر ازشون کار یاد بگیرین، چون که این آدما دائما دارن خودشون رو تو کار میکشن بالا و یه جورایی اصلا ممکنه تجربهشون خیلی بیشتر از شما باشه. و همین به نظرم خیلی مهمه که شما یه دایره از افراد دور خودتون داشته باشین که بتونین طرز تفکرهای متفاوت رو ببینین و همزمان فرصت‌های جدیدتری بر خودتون به دست بیارین. و کلن احاطه شدن بین آدمایی که ذهنیت موفق شدن دارن خیلی براتون مفیده. ولی از یه طرف هم ممکنه که الان شما آدمایی دور براتون باشن که کلن انرژیشون منفیه و دائما دارن راجع به خبرهای بد صحبت میکنن و نتونین از لحاظ فیزیکی ازشون فاصله بگیرین. چی کار میتونین بکنین در اینجور مواقع؟ بیاین کتاب بخونین، کتاب آدمای موفق بخونین، کتابایی که بهتون انگیزه بدن. توی یوتیوب و اینستا دنبال ویدیوهای خوب و مفید بگردین. بیاین کلاسای مجازی ثبت نام کنین. توی همین کلاسای مجازی اصلا خیلی دوستای مجازی میتونین پیدا کنین که طرز تفکرشون به طرز تفکر شما نزدیکه و همین افراد میتونن به رشدتون خیلی کمک کنن. دومیش اینه که بیان کمتر از درآمدتون زندگی کنین. ببینین، متاسفانه این روزا هممون داریم یه جورای گول جدیدترین چیزی که میاد تو بازار رو میخوریم، مثل جدیدترین گوشی، جدیدترین لپتاپ، جدیدترین مد لباس. و این باعث میشه که چی بشه؟ بذار یه مثالی بزنم که بتونین درکش کنین. مثلا الان شما درآمدتون تصور کن که 3 میلیون تومنه، بعد میرین فردا یهو یه ماشین 150 میلیون تومنی میگیرین و این باعث میشه که شما نتونین از پس اون خرج جدیدتون بر بیاین و میرین اضافه کاری انجام میدین، یا حتی ممکنه برین شغلتون عوض کنین که یه جوری درآمدتون بیشتر بشه بتونین از پس اون خرج جدید بر بیاین. چند ماه بعد میبینین که تونستین از پس خرجتون بر بیاین، یهو با خودتون میگین که خب الان چی کار کنم؟ فردا میرین یا خونتون رو بزرگتر میکنین و دوباره میخوای یه کار کنین که درآمد بیشتر بشه. و این باعث میشه که شما خودتون رو حبس کنین توی چرخه‌ای که دائما باید زندگی کنین برای اینکه بتونین از پس خرج و مخارجتون بر بیاین، که شاید اصلا از روز اول هم نیازی بهش نداشتین. و در آخر چی میشه؟ شما پولدار نشدین. بله، درآمدت بیشتر شده، ولی از اون طرف هم خرج و مخارجت خیلی بیشتر از قبل شده. افراد پولدار میان چی کار میکنن؟ میان یه کار میکنن که مخارجشون کم بشه و با اون پولی که دستشونه میان سرمایه گذاری بلند مدت میکنن، که یه چند سال بعد به خودت میای میگی که اه، این چجوری اینقدر پولدار شد؟
سومین کار و به نظرم یه جوره مهمترین کار اینه که شما بیا هدفهای خیلی بزرگ بر خودت بذار و قدم به قدم به سمتش حرکت کن و لطفاً بیاین این هدفها رو یه جا بنویسین روی کاغذ، روی دفترچه، یه جایی که همیشه ببینینش. من خودم اومدم یه کاغذ آچار رو فقط یه صفحه برداشتم، به سه بخش تقسیمش کردم. یه بخش کوچیکش رو گذاشتم برای هدفهای بلند مدت، چیزایی که دوست دارم تا 2 یا 3 سال دیگه بهش برسم و یه جوری رسیدن بهش ممکن سخت باشه. یه بخش متوسطی رو گذاشتم برای هدفایی که دوست دارم تا سال دیگه بهش برسم و یه بخش بزرگتری رو گذاشتم برای کارهایی که باید از امروز تا ماه دیگه انجام بدم برای اینکه بتونم به اون هدف سال دیگه هم برسم. و این کاغذا رو منم چسبوندمش بالای تختم که مثلا وقتی شبا میخوام بخوابم یا صبح وقتی که بیدار میشم اولین چیزی که میبینم اون باشه، که به خودم بگم هدیه الان باید بلند شی بریم کارا رو انجام بدی. و این انگار یه جور تلنگر، یه جور یاداوریه، انگار که مثلا باید الان اون کارا رو انجام بدی، انقدر وقت تو تلف نکن. و لطفاً هم توجه کنین که یه علتی داره که میگم یه بخش بزرگتری رو گذاشتم برای کارای کوچیک، کاری که باید از امروز انجام بدی. این قدمای کوچیکی که شما رو به اون چیزای بزرگ میرسونه. شما یه شبه نمیتونی به اون اهداف بزرگت برسی، باید براش تلاش کنی. چهارمین چیز اینه که شکست باعث رشدت میشه. بله درسته، شکست یه واژه خیلی ترسناکیه که همه ممکن ازش بترسن، ولی شما وقتی که بیای طرز فکرتو عوض کنی به اینکه من اگه یه کاری رو انجام بدم و حتی اگه باعث شکستم بشه، حداقل یه چیزی ازش یاد گرفتم، میتونه خیلی بهت کمک کنه. من خودم از شکست نمیترسم، از حس پشیمونی اینکه چرا یه کاری رو زودتر نکردم میترسم. ببین، تو اگه بیای یه کاری رو که سالهاست میخوای انجام بدی رو انجام بدی، حتی اگه باعث شکستت هم بشه، حداقل میتونی یه نفس بکشی بگی آخش بالاخره این کار کردم، حداقل الان میدونم چه حسی داره، حداقل الان میدونم که نتیجهش چی شد، نتیجه اون کار مهمی که میخوام سالها انجام بدم چی شد. و میدونم که خیلی از میلیونرام هستن که دقیقا همین احساسو دارن و واقعا از ریسک کردن نمیترسن. ببین، شکست درسته که اسمش شکسته، ولی پشتش کلی فرصت یادگیری و تجربه بهت میده و دوستان واقعا ارزش تجربه توی بلند مدت خیلی 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 زیاده، چون شما رو یه آدم باهوشتری میکنه. حالا شما اگه بیای طرز فکرتو مثل میلیونرها کنی، نمیای بگی وای اگه شکست بخورم چی، میگی وای اگه مثلا موفق بشم چی. پنجمین کار و از نظر من دومین مهمترین کار، چون اگه یادتون باشه اولین مهمترین کار این بود که بیای بر خودت هدف گذاری کنی، پنجمین کار اینه که شما اول بیا روی خودت سرمایه گذاری کن، اول بر خودت خرج کن. اشتباه نکن، نمیگم بیا برو بر خودت لباس جدید بگیر، چون شما با این کار نرفتی بر خودت خرج کنی، که رفتی بر زارا و آدیداس خرج کردی. آقا بیاین خرجی بکنین که میدونین باعث رشدتون میشه. مثلا اگر شما کارتون با کامپیوتر یا کارتون ادیت ویدیو، بد نیست برین لپتاپتون رو آپگرید کنین، یا اگر کارتون عکاسی، بد نیست برین دوتا لنز بهتر بگیرین، چون اینا باعث میشن که شما کارتون رو بهتر انجام بدین. برین یه دوره ثبت نام کنین که میدونین دوتا چیز مفید تو کار بهتون یاد میده، جوری برای خودتون خرج کنین که میدونین با این خرج باعث میشه که تو کارتون رشد کنین. و کلن سرمایه گذاری کاریه که باید روش تمرین کنین، پولتون رو بیهوده خرج نکنین. اگر میخواین موفق بشین یا حتی میلیونر بشین، سرمایه گذاری کاریه که میلیونر رو انجام میدن. یه مقاله رو داشتم میخوندم چند وقت پیش که از 10,000 میلیونر نظر سنجی کرده بودن و 93% از اونا گفته بودن که سرمایهشون رو از سخت کار کردن به دست آورده بودن، نه از حقوق بالا. و این به نظر می نکته ایه که باید بهش توجه کنیم. شما برای پولدار شدن نیازی به سرمایه بالا ندارین، فقط کافیه که با اون پولی که تو دستتونه هوشمند باشین، یه کار کنین که اون پوله براتون بچرخه کار کنه، نه اینکه شما هی دائما برای پول کار کنین. اینا نکاتی بودش که من کم و بیش توی زندگیم ازش استفاده کردم و حداقل باعث شد که به نظر خودم آدم موفق تری بشم و بعضیاش واقعا زندگیم رو دگرگون کرده. اگر از این سری ویدیو هم خوشتون اومد، یادتون نره که لایکش کنیم و اگر هم دوست دارین قیافمو بیشتر ببینین، یادتون نره دکمه سابسکرایب رو بزنین، چون به رشد چنل منم خیلی کمک میکنه. تا ویدیوی بعدی، فعلا خدافظ.